خب به نام خدا ممنون که اومدی. نمیدونم در جریان یا نه، من راستش یه کمی از دانشگاه کلا ناامید شدم. نه نه به خاطر مشکلات شخصی، از این جهت که واسه کار ما این سیلابس های استاندارد و دست و پاگیر و ساختار پر از چین و چروک دانشگاه ها جواب نمیدن. به نشته خیلی ساده براتون میگم، من میخوام یک مجموعه لکچر کوتاه شروع کنم و راجبه این حرف میزنم و شما باید که رینورمالیزیشن رو ببینید توی دانشگاه فیزیک باید دانشجو فوق لیسانس یا دکترای ذرات بنیادی یا فیزیک بنیادی باشه تا ببینید یه جایی در مردم دارن کورس کرین میکنن و انتظار ما اینه که یه آدم بیاد لیسانسش رو بگیره، فوق لیسانسش رو بگیره، فیل تئوری پاس کنه به قدر کافی تا گیره این بیفته. ما وقتش رو نداریم راستش. ما ایده ها رو میخوایم. من میخوام راجع به نرمالیزیشن حرف بزنم، میخوام نظریه اجتماعی رو بردارم و اونجا این ایده رو اپلای کنم و نمیتونم دانشجویی که اومده اینجا رو بگم برو تا ترم دو دکترات درسای تئوریتیکال پاس کن تا من برسم به ایده. از طرف دیگه سیلابس خود حتی درس کامپلکس سیستم اینجا که بهترین سیلابسه درساست توی ایران هم مشکلاتش زیاده و ما مجبوریم که شیوه جنگای چریکی رو انتخاب کنیم. یعنی برای اینکه کامیونیتی از این سایزی که از بزرگ بشه، ما الان تقریبا رسیدیم به آب 95 درجه. یک کمی دیگه زور میتونیم اینجا بزنیم میشه 97 درجه. از موقعیت هر چقدر زور بزنیم بخار میشیم دیگه. یعنی باید رژیممون عوض بشه. اگر قرار کامیونیتی توی ایران به طور جدی شکل بگیره، باید کار کنیم که آدم‌ها از دیسیپلین‌های مختلف علاقه داشته باشن که با هم حرف بزنن. نمیتونم برم دانشگاه جامعه شناسی بگم بیا برو سر کلاس فیلد تئوری بشین ببین رینورمالیزیشن چیه، حالا من میتونم نظریتونم رینورمالایز کنم یا نمیتونم. مثلا من تصمیم گرفتم برنامه شروع کنم تا جایی که بهشتی کمک کنه توی بهشتی نشد بیرونش و منم در حقیقت بیشتر از اجام متعلق به سید بودم. اگر هیچ جایی نشد ضبط میکنم میذارم توی سایت مینویسم توی اونجا و دوست دارم که این مجموعه یه بار کامل برم. امروز با یه چیز خیلی ساده شروع میکنم، شاید خیلیاتون شنیده باشید و بدون دیده ها رو، ولی من راستش موافقه اینم که اصلی باید از صفر شروع کرد ولی توی زمان معقولی به صد رسونده باشه. من امروز راجع به فرکتال حرف میزنم، یکم راجع به اسکیلینگ تئوری حرف میزنم، امروز به رینورمالیزیشن نمیرسم ولی حالا یا توی جلسه بعد یا حالا هر جایی که توی احتمالا صفحه شخصی مینویسم سراغ رینورمالیزیشن میرم و سعی میکنم توی 4 تا 5 تا جلسه یک ساعته یا حالا کمترش کنم این ایده های اصلی اونجا بگیم. نمیگم که من متخصص این کار رو هستم، حرفم اینه که چیزای بلدم و ایده های دیدم از یادم های ایده گرفتم، میخوام زودتر این ایده بهتون منتقل بشه. علت این کار ها هم اینه. خلاصه اگر کسی بتونه کمکم کنه ممنون میشم که بتونیم کار رو بهتر انجام بدیم. حقیقتش اینه که ما توی برنامه درسی فیزیک با حساب دیفرانسیل انتگرال آشنا میشیم و حساب دیفرانسیل انتگرال اساساً نظریه بر این ایده که در مقیاس‌های پایین همه چیز همواره، همه چیز خوش رفتاره و تقریبا ما با همون تمام فیزیکی میشناسیم و تالا توسه خیلی هم خوشحالیم و تقریبا تا آخرهای قرن بیستم هم تمام نظریه بنیادیمون کوانتوم و نسبیت بر اساس ایده حساب دیفرانسیل و انتگرال. حواستون باشه هر جایی که شما دارید مشتق میگیرید یعنی دارید از یه تابعی که خوش رفتار استفاده میکنید. من میخوام راجع به چیزهایی حرف بزنم که اصلا خوش رفتار نیست. و این اتفاق جالب بود که 1970 به طور جدی 1970 برای اینها به طور جدی اتفاق افتاد و اتفاقاتی افتاد توی دنیا ریاضیات به خاطر وجود کامپیوترها که تقریبا ما چیزهای جذابی پیدا کردیم. مثلا که مندلبرو پدر هندسه فرکتالیه، این عکس میشه کنفرانس تدش هست، یه جمله میگه که متاسفانه ریاضیات اونقدری که ریاضیون رو دوست داشتن طبیعت براشون اونقدر راحت ساخته نشده. این یه چیزی هم بگم، من دوست دارم راجع به ایده ها حرف بزنم نه تکنیکا. یک بحث خیلی جدی وجود داره که فیزیک اختراع میشه یا کشف میشه و تقریبا کامیونیتی فیزیک به نامی که فیزیک قاعدتا اختراع نمیشه، یک چیز اونجا هست که ما سعی میکنیم اونو بفهمیم. یعنی ما دو طبیعت رو به عنوان یک چیزی میشناسیم که تلاش کنیم بهش نزدیک بشیم. ما چیزی فراتر از اون نیست.
اما وقتی راجع به ریاضی حرف میزنی داخل کامپیوترشون یک بحثی وجود داره که آیا ریاضی هم مثل فیزیکه یا نه. خیلیشون میگن ما در دنیای انتظاراتمون میتونیم چیزهایی بسازیم که در دنیای بیرون وجود نداره. و یک دعوای خیلی بزرگی سر این ماجرا هست. خیلی اتفاقات افتاده. مقاله ویگنر داره و سر این بحث میکنه که هر چیزی که شما فکر میکردید دنیای خارج کاربرد نداره، بالاخره کاربردشو پیدا کرد. ماجرای معروف ماجرای هاردی ریاضی خیلی بزرگ بود. بعد از ماجرای جنگ تصمیم گرفت روی چیزای کار کنه که هیچ‌موقع به زندگی آدما مربوط نشه، چون ناراحت از این بود که مردم به کمک حرکت پرتابی تونستن راکت بزنن تو کله هم. واسه همین رفت روی بخشی از نظریه اعداد شروع کرد کار کردن که عمرن دست بشر بهش نرسه بیرون از انتظار. خب ما امروز می‌دونیم که پای کریپتوگرافی و مخابرات اونم شده که هاردی روش کار کرد. از این اتفاقات زیاد افتاده توی تاریخ و تقریبا هر چیزی که ما فکر میکردیم بیرون وجود نداره داریم میبینیم که اینگاه بیرون وجود داره. و ریاضیدونه یکمی با این راستش خوب کنار نمیاد، چون سر اینا یک چیزی میسازم یا اینا هم حتما این خوب باشه صبر کنید ببینید که چه اتفاق مفته. و این هم دیسکشن نیست که از طرف جامعه فیزیک یا اپلاید ساینس رفته باشه به سمت ریاضی. یه ریاضیدونه خیلی بزرگی هست بسمه های آرنولد یک قصه رو شروع میکنه و اولین جمله که توی اون اسمش یادم نیست میگه اینه که ریاضی در حقیقت همون فیزیکه و ما هم داریم راجع به طبیعت حرف میزنیم. این ایده خیلی مهمه واسه من جزء اون آدم هم که جزء موافق های کشف شدن ریاضیات هم هستم. یعنی که در حقیقت ما چیزی نیستیم جز طبیعت، داریم زور میزنیم که این سیستم رو بشناسیم. یه جمله دیگه هم بگم که آیفون نویمان جمله داریم که حواستون باشه این ریاضیات که دارید راجبش حرف میزنید خودش یه سکندری سیستمه که روی سیستم ابتدایی به اسم نروس سیستم ساخته شده. واسه هم یک بحثی توی کلان کانتکست آموزش ریاضی هست که اگر این کامپلکس سیستم که شما بهش میگید مغز توی یک رژیم دیگه بود، مغزتون 2 کیلو بود، 3 کیلو بود یا توی دمای دیگه کار میکرد، احتمالاً این شناخت که داره ازش ایمرج میشه میتونست ریاضیات متنوع ایجاد کنه. بعد داستان های این شکل. من نمیخوام اینجا بهتون بگم فرکتال چیه، این چیه، اون چیه. من میخوام ایده های اصلی رو بهتون بگم. ایده هایی که به قدر کافی هیجان انگیز هست که وقتتون رو بذارید صرفشون. خیلی خوب. ماجرا از اینجاشون میشه که من بچه بودم و شنیدم که اونها یه عضو دارم توی بدن اسمش روده کوچیک. این روده کوچیک نزدیک به 6 متر میتونه باشه و من راستش با اینکه از اول توپول بودم ولی هر جور حساب میکردم 6 متر جان نمیشه بکنم یه چیزی و فوقش من نیست 2 متری میتونه یه جوری، اما خب واقعا جا میشه. و خب جواب سوالم خیلی ساده است. من یه چیز 6 متری کافیه به اندازه کافی خمش کنم و کانفاینش کنم توی انقدر از بدن. پس اگر من بتونم یه چیزی خوب خمش کنم احتمالا تو هر قدر از فضایی که بخوام میتونم جاش کنم. خب بیاییم یک کاری کنم. من یه مثلث انتخاب میکنم به عنوان یک ریژنی از صفحه و میخوام یک تریکی بزنم و اون تریک اینه که من هر کدوم از این یال‌ها رو برمیدارم به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم، این قسمت وسط رو دور میریزم و به همین اندازه میام بالا و این پروسه رو روی هر کدوم از این یال‌های جدید تکرار میکنم و در بی نهایت به یک شکلی میرسم که تقریبا این شکلیه. و سوالم اینه که محیط و مساحت این موجود چیه؟ علل قاعده حدس اول من اینه که من یک موجودی دارم که کانفاین شده توی این صفحه، پس مساحت این موجود هر چیزی که هست از این باکسی که اینجا دورش میتونم بکشم کوچیک‌تره یا میدونم که یک مقدار متنوعه. اما راجع به محیط اگر بخوام حرف بزنم، محیط یعنی که این پول به اضافه این به اضافه این که خیلی سرانگشتی راحت میتونیم حسابش کنیم. یک اگر باشه این بوده 1/3، 1/3، 1/3، 1/3 و هر یکی تبدیل شده به 4/3 برابرش. واسه همین من میبینم که در استپ بی نهایت من یک مساحت محدود دارم و محیط که با n دایورج میکنه. یعنی توی استپ بی نهایت محیط این موجود یه محیط بی نهایت. یعنی من یه خمی دارم که طولش بی نهایته ولی کانفاینش کردم توی صفحه. این همون ایده روده است. ما به این میگیم رفتانه کوخ. این گفتی هر این مثلثه اگه طولش هر کدومش یک باشه یعنی محیط سست داره. حالا دیگه ببین بعد اگه وقتی که میشکونیش همین اینو داری ریستر میکنی، پس در نهایت همچنان محیط دیگه محیط یعنی
محیط یعنی من یک کلاف اینجا دارم میپیچم. مگه همین یکه رو چیز نمیکنی؟ نه نه ببین این یکه که یک سه تا یک سوم میشه اینو میدازم دو یک سوم یک سوم یک سوم یک سوم هر کدوم از اینها شده چهار. این دوتا نیم نمیداریم. خب اینجا یک چیز مطرح میشه و اون اینه که من اگر به شکل قبل نگاه کنم دارم یک الگوی تکراری رو میبینم، یعنی هر قطعه ای که بردارم میبینم که با قطعه های قبلتر کوچکتر و بزرگتر شکلش یک جوری. ما بهم میگیم سلف سیمیلاریتی، خود متشابه، یعنی شکل از قطعات ساخته شده که هر چقدر ریزترش کنید یا درشترش کنید یک شکل میبینید، یک الگو میبینید. ببینید فرض کن که من میرم یه چندم یه جنگل خیلی هیجان انگیزی و یه درخت خیلی بلند میبینم، خب و برای اینکه این عکس بگیرم زدم توی اینستاگرامم و به شما بگم که ببینید چقدر این درخت بلنده، برام خودم کنار شما میستم و عکس میگیرم. این به خاطر نیست که دوستان خودم تو عکس باشم، به این خاطره که من اسکیلم، من مترم، یعنی شما منو میبینید و منو میشناسید و نسبت به من سنس دارید و میدونید که انقدر من یعنی مثلا 1.70 بعد میبینید درخت 10 برابر من، با مقایسه من با من 1 متر میفهمید که چقدر این درخت بزرگ. اما راجع به این موجودات که خود متشابه هم شما هر چقدر زوم این کنید یا زوم آوت کنید مجدداً الگوها رو دارید میبینید، یعنی هیچ رفتاری نمیدید تحت این جا به جایی شما سیستمتون این وریانت باقی مونده، سیستم تغییری نکرده. واسه این اصلا معنی سایز از دست رفته، معنی اسکیل از دست رفته، شما چقدر عقب چقدر جلو باشید همون چیزی رو که میبینید. واسه این شما هر چقدر زوم میکنید دیتیل از بین نمیره، دیتیل وجود داره. این چیز جالبیه هست. واسه همین این شکل اگه توی طبیعت هم دیده میشن و خود متشابه هم برای ما جالبه. مثلا مثال معروفش کرم بروکلیه. شما هر کدوم از این گلچه های کرم بروکلی رو که بشکنید برش بدید نگاه کنید میبینید که همون شکلی. مثال های دیگه توی فیزیک ما زیاد دیدیم. اگه دی الکتریک داشته باشید یه جریان از توش رد کنید یه چیز این شکلی میبینید که اگر این احتمالا خوب رسوم کنید این شکل بقیه هست. نه کامل ولی استوکاستیکی آره. حواستون هم باشه که این دیالکتیک اینجا آسمون خداه و اونم رد و برقی داره بهتون جریان نشون. خب حالا بیاید یه کاری کنید. فرض کنید که من سه تا شکل خیلی ساده رو در نظر میگیرم، یعنی پاره خط، مربع، مکعب و میخوام که اینها رو سه برابر کنم. هر کدوم که سه برابر کنم شکل این طرفی ساخته میشه. سه برابر اینه، اینه و این هم اینه. و الان سوال رو پرسم که من با این سه برابر کردن اسکیلم از قطعه قبلی چند تا میخوام که قطعه بعدی رو بسازم. ببینیم که توی این سه تا، یک دو سه، واسه این 9 تا و واسه این 27 تا. این رابطه سه به توان 1، سه به توان 2، سه به توان 3 چی رو داره به من میگه؟ میگم میگه یک سه به توان بودت، یک سه به توان بودت 2 صفحه و سه به توان 3. این بود خود متشابهی است اصطلاحا، یعنی بودیه که ما میتونیم به موجود خود متشابه بگیم با دونستن اینکه قطعات کوچیک‌تر دارن چه جور بوده خیلی بزرگتر می‌سازن. چون که این مکعب بزرگ میدونید که گاهی مکعب کوچیک ساخته شده و چون فضاتون فضای سواری اوکلیدوسیه بود هست. این ایده که خب خیلی تریویاله. اما نگاه کنید من اگر بگم یه پقه بزنم و اون مربعی که برام داشتم و بزرگش میکردم و این دفعه این و اینو بزنم دور، یعنی از اولی 5 تا نگه دارم و بعد همینو مجددا هی تکرار تا برم جلو. طبق همون تعریف اگر من بیام بود رو حساب کنم که یعنی اگر من بدونم که تعداد سایزم رو دارم بزرگ میکنم، یه سه برابر دارم میکنم، چند تا از این میخوام تا اینو بسازم، توی مثال قبلی 9 تا بود الان 5 تا، این رابطه به من میگه که اون دی که شما نیاز دارید بود خود متشابهتون 1.14. یعنی من دارم واسه اولین بار با بودی مواجه میشم که عدد صحیح نیست، انتیجر نیست و عدد کسری. و خب سواله که چه اتفاق افتاد؟ من میتونم بود این شکلی تعریف کنم، خیلی هم خوبه، سلف سیمیلاریتی دایمنشن اوکی. خلاصه اینکه من اگر بتونم از روی یک شکلی الگوی تکرار را بزرگ و کوچیک شدنش رو پیدا کنم میتونم بودش رو حساب کنم و با اون این بود خود منتشر. حالا خب معنی این عدد چیه؟ بذارید یه نمونه دیگه ببینیم.
این مثلث سرپیل نیست. مثلث سرپیل نیست. من مثلث برمی‌دارم. این وسط‌ها رو انتخاب می‌کنم. مثلث وسط رو توش می‌ذارم بیرون و این پروسس رو همینجور طی می‌کنم. اون موقع من از سه تا از اینا می‌خوام تا این شکل رو بسازم. سه تا از اینا می‌خوام بذارم اینجا برسم به استپ بعد و اینو تکرار و اون اسکیل هم دوه. اینجا می‌بینم که طبق این تعریف بعد هم میشه 1.5. خب مثال قبلی 1.46 این 1.58 دو تا عدد کسریه و من اینا چی؟ من میدونم که یک یعنی خط، دو یعنی صفحه و این دو تا یه چیزا اون وسطی هن و من این چی؟ من دلبرو میگم بتونید که درگیر این تعریف ریاضی بشید به این قصه، به این فکر کنید که دارید راجع به زبریه یک سطح حرف میزنید، راجع به ناهمواری حرف میزنید. به این مثال که اگر شما همین پروسه رو واسه یک شکل سه بعدی انجام بدید، به جای اینکه مثلا اینجا یک موجود توی صفحه داشته باشید، چیزی توی سطح یعنی یک کوه درست کنید باهاش، اون موقع حتی اگر این کوهتون سطحی زبتر باشه، قلدرهای بیشتر داشته باشه، انتظار اینه که این عدد بیشتر باشه. یه تاکی خیلی خوبی داره توی تد مندلبرو به راجع به رافنس زبری سطوح حرف میزنه و کلا این ایده که فرکتال ها چجوری وارد دنیای ریاضیات شدن و بعد دنیای فیزیک و راجع به این مسئله حرف میزنه. من میگم اون راجع به بعد فرکتالی داره طرف میزنه به معنی صرف سمیلارش، به این فکر کنه که راجع به زبری یک سطح داره طرف میزنه، اینجوری سنس برد. اما حالا سوال اینه که فرض کنم من یک فرکتالی دارم و بعدش رو حساب میکنم و بعدش یعنی صحیح میشه، اون موقع معنی چی؟ ببینید قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم به این ایده فکر کنید که من یه خطی دارم، این فرشان بازه بین 0 تا 1ه، من بین یه مجموعه کانتور 0 تا 1 توی عدد حقیقی و من میام یه تریکی میزنم دوباره اینو به 3 قسمت تقسیم میکنم، قسمت وسط رو دور میریزم و این الگو رو تکرار میکنم تا این پایین در بی‌نهایت یک الگویی از نقاط میبینم. سوال اینه تعداد نقاطی که توی مرحله بی نهایت وجود داره با تعداد نقاطی توی این بازه 0 تا 1 وجود داره چقدر فرق داره؟ هیچ. در حقیقت اگر حالا با مفهوم بی نهایت ها آشنا باشید، این 0 تا 1 یک مجموعه که کاردینالش اسمش الف 1ه، یعنی مجموعه عدد حقیقیه، و کاری که ما اینجا کردیم اینه که ما توی تعداد استپ های صحیح، یعنی اینکه من هر باری که دارم یک قسمت از این میکنم دارم توی مجموعه عدد صحیح از روی تعداد طبیعی دارم، یعنی راه میدم این صفر تا یک دقیقاً کاردینالش با این موجود یک و هر چقدر که من اینو ریزش کنم تعداد نقاطی که دارم این پایین تر میسازم تغییری نمیکنه، همه اینا الف یک، چون من از یک مجموعه که الف یکه الف صفر بار دارم پارتیشن جدا میکنم تعداد نقاطی که اون پایین یکی، یعنی اینکه این دو تا مجموعه اندازشون یک چیز. اما میدونیم که این پایین هر کدوم اگر به طور انفرادی نگاه کنیم یک نقطه است، ما میدونیم که بود به معنی توپولوژیکش واسه نقطه صفره، واسه همین چیزی که این پایین انتظار داریم ببینیم یک بود توپولوژیکی صفر داشته باشه. اما بود سلف سمیلاریتی اگر حساب کنیم برای موجود میبینیم که یک مقدار بیشتر از 63 سانتی متر. فرکتال ها علاوه بر اینکه موجود خود متشابهی هستن این ویژگی رو دارن که بود خود متشابهیشون از بود توپولوژیک معروفی که انتظار داریم بیشتر. اما این ایده چه ربط داره به اینکه گفتن فرض کنید من یک فرکتال دارم بودش اندازه‌گیری می‌کنم و یه عدد صحیح میشه؟ ایده اینه که فرض کنم که من یه صفحه مختصات دارم و میخوام یک نقطه خاصی توش پیدا کنم. فرض کنم که صفحه هست یه موجود دو بعدی، شما به چند طریق میتونید نقطه رو مشخص کنید، میتونید یه ایکس و وای دستگاه دکارتی بذارید، دستگاه قطبی بذارید، با آرتتا کار کنید، اما هر کاری که کنید توی فضای دو بعدی به دو تا پارامتر نیاز دارید که اون نقطه رو توصیف کنید، مگر اینکه من بیام یه خمی رو مشخص کنم توی صفحه و
اون نقطه از روی اون خم رد بشه، اون موقع میتونم من با یه پارامتر مشخص کنم، چون میتونم خم رو پارامترایز کنم و ببینم که اون نقطه توی فاصله چند سانتی متر مثلا از مرد دارم قرار. ایده بدی نیست، ولی یه مشکلی که هست، خب اون نقطه ای که بیرون از این خم هست چی؟ یعنی مثلا پیانو پیدا شد و گفت که اگر قرار باشه تعداد نقطه هایی که این پایین تشکیل شده با تعداد نقطه هایی که تو این صفر تا یک برابر باشه، پس انگار که تعداد نقطه هایی که روی یه خم هست با تعداد نقطه هایی که روی یک صفحه هست برابر. پس کاردینال یک موجود یک بودی میتونه اندازه کاردینال یک مجموعه دو بودی صفحه آر دو باشه. پس من میتونم خم بسازم، خم یک موجود یک بودی توپولوژیک بردارم، اینو به قدر کافی بچرخونمش و بندازمش توی یک صفحه و از اونجایی که کاردینال این دوتا مجموعه برابره، نظیر به نظیر تمام نقاطم رو مرد کنم. اون موقع اتفاقی که میفته شما میتونید یک صفحه رو با یک خم کاور کنید بدون اینکه نقطه ای از دست بره و اون موقع هر نقطه از صفحه رو فقط با یک کامپوننت توصیف کنید. ایده اینه که کار خوب پیش میره، اما حواستون باشه اون پیچیدگی دو پارامتری الان رفته توی پیچیدگی اون کروی که داره آندرلاینگ بیس رو براتون میسازه. این ایده خیلی ایده شاهکاری بود و شما وقتی این موجودات و این فرکتال هایی که کل فضا رو دارن پر میکنن بعدشون رو حساب کنید، بعد اینا دقیقاً میشه بعد صفحه. یعنی انتظارتون اینه که بعد اون بشه بعد اون خم که داره اون و بعد از اون هیلبرت این ماجرا رو کامل میکنه و چیزی که توی کانتکست معروفه اسم خم های هیلبرت یا کلا موجوداتی که این شکلی هم مثل صفحات، موجوداتی که از لحاظ توپولوژیکی بعدشون کمتر از اون فضایی که دارن کاور میکنن ولی میتونن کلون رو بپوشن، این به عنوان موجود با مزه دیگه است. اما حقیقتش ما توی دنیای واقعی به معنای دنیای فیزیکی همون جور که هیچ موقع دایره ندیدیم، همیشه اصطلاحا سیستممون دیفکت داره، همیشه فرکتال هم قطر تمیز نیستن که من چه میدونم یه خمه اینجوری جایی نمیبینم. مثلا ما هیچ موقع توی دنیای واقعی خط راست نمیبینیم، نمیدونم بنزی نمیبینیم. میدونیم که حرکت سیارات اون مدار هم چندان بیزی هم نیست دیگه، نه؟ یه سیستم کیاتیکی که داره مدارش بازه دیگه. خب پس فرکتال ها رو باید یک کمی تصادفی تر انتظار داشته باشیم که باشن. خب من به یه ایده میزنم، میگم اون موقعی که داشتیم موجود رو میساختیم من خیلی دیترمینستیک میدونستم که از این چجوری میرسم به این، اما این سری کاری میکنم. هر استپ وقتی خواستم این تغییر رو ایجاد کنم یه سکه میندازم، اگر رو اومد این انحناف رو به بالا میدم و اگر پشت اومد رو به پایین، همین. و همون کاری که قبلا میکردم انجام میدم با این تفاوت که عامل شانس رو وارد بازی کرد. حواستون باشه وقتی شما دارید شطرنج بازی میکنید تقریبا دارید فکر میکنید کار میکنید، اما وقتی مثلا بازی تخته بازی میکنی تاس میریزید و بازی میکنی، یک جای استراتژی داره زور میزنه، یک جای شانس. از اینجا بعد بازی های زندگی هم اغلب این شکلی هست، ما یه عامل شانس داریم و یک قانون. اون موقع من توی یه سپه اول فرض کنید انداختم پایین اومده، اینجا بالا بوده، اینجا بالا بوده، اینجا پایین بوده و همینجوری اینو میسود. چیزی که بعد از تعداد کافی مرحله میگذره اینه که من از موجوداتی که تقریبا ساده بودم دارم یه همچین چیزایی که انگار به چیزایی که توی دنیا واقعی نزدیک تره. مثل چی؟ مثل خطای ساحلی. شما نقشه ایران رو بردارید، حوض فارس رو نگاه میکنید، ببینید موش خمی هست که این شکل. ما دیگه به اینامون میفرک رو تصادفی اتفاقی که میفته اینه که شما طبق طرف بعد خود متشابهی باید یک سگمنت رو اگر انتخاب کنید از این شکل دقیقاً توی استپ قبل‌ترش اون پترن رو ببینید، اما الان دیگه اتفاق نمی‌افته چون یه عامل استوکاستیک داره و پترن رو به هم می‌ریزه. واسه همین به این سادگی نمی‌تونید از اون طرف خود متشابهی بعد استفاده کنید، باید یکم طرفتون رو دیولپ کنید و راستش زیاد هم آسون نیست. با این وجود من دارم یک موجود می‌بینم که خود متشابهه ولی نه اگزکت. حواستون باشه فقط یه چیزی که فرکتال های بد قواره رو با فرکتال های تصادفه اشتران نگید.
من بهتون اولی مسلسل متصابل از من نشون دادم، بعد خیلی هر تمیز از شکل جدا کردم. من میتونستم به میگن فرش سرکنسکی، من میتونم به جای اینکه یه مربع و وسطش رو خالی کنم و یک میترشن رو انجام بدم، میتونم یکم گرم این برتر و این الگو رو انجام بدم و تمام مراحل دیترمینیستیک برم، ولی شکلی که میبینم شکل رگولار نیست، چیزی که عادت دارم بهش نیست، ولی موجود فرکتال تصادفی نیست. این حواستون باشه. خیلی خب، برگردیم به همون قصه. خب من فرکتال تصادفی دارم که تو به طبیعتم نزدیکه، این نقشه بریتانیا است. بعد سوالی که من دلوارو دنبال جواب دادنش این بود که محیط این شکل چقدر؟ اینا دوست داشتن بدونن که مرز کشور انگلیس، حالا چیزی که اونجا هست، چقدر؟ ببینید حواستون باشه، اگر شما بخواید یک موهی، یک خمی که خیلی زبر رو اندازه گیری کنید، اگر مترتون این باشه، یعنی هر یک بار که اینو بتونید یه جوری فیت کنید، یه بار عدد دارید میخونید، فیت بعدی عدد میخونید، فیت بعدی عدد میخونید، قاعدتا یه جایی رو میس میکنید، برای که بتونید اندازه گیری بهتری کنید اینو نصفش میکنید، با نصفش دقتتون میره بالاتر. اگر بخواید واقعا اون فیت، اون بست فیتی که نظیر به نظیر نقطه‌هاتون رو بپوشونه داشته باشید، باید اینو تبدیلش کنید به صفر، یعنی ریز ریز ریزش کنید و اون موقع اتفاقی که میفته اینه که میرسید به همون مسئله اول، یعنی محیط این موجود اشتر بی نهایت بده. اما خب ما الان فهمید یک تریک دیگه بزن، تریک اینه که اصلا هم امیان بود باکس کانتی اینه که فرض کنم من خواهم اینها حساب کنم، کاری که میکنم اینه که کل فضامو شبکه بندی میکنم و اونجایی که علاقه من هستم رو نگاه میکنم. چیزی که من بهش علاقه من هستم این داخل نیست، من به قسمت های از فضا علاقه مندم که این خم بسته زبرم قرار افتاده. واسه همین شبکه‌مو که میندازم روی این تصویر، هر جایی که جزء اون علاقه مندیم نیست و میرسم دور و میشمارم که من با چند تا باکس تونستم یک اون ناحیه مورد علاقه هم بموش. و بعد اگر این طولش یک بود اینو نصف میکنم و باز مجددن میبینم که چند تا لازمی تا این خمو بپوشونم و اون تعداد رو میشمارم و این کار رو همینطور ادامه میدم و در نهایت این ایده دوباره مثل همون ایده بود خود متشابهیه، میشمارم که هر چقدر این اپسیلون که طول این مربع های من، طول این باکس های من هست، اگر من این هم تو کوچیک و کوچیکتر کنم، اون تعداد لازم، اون تعداد باکس لازم برای که بتونم این خمو بپوشونم چقدره، لوگاریتم این به لوگاریتم این به من بوده خود متشابهی. خیلی خوب، قاعدتا ترم مدونتون که درس کامپلکس داری کنیم مشکل رو برو میشید، یه رندوم واک بهتون میدن یا بوده فرکتالی نایز ایده ای. احتمالا خواهید فهمید که چه سختی یک کاری بریم مگه بتونید اونو خوب حساب کنید. مردم کارهای دیگه هم میکنن، شما میتونید بتونید بجنید که با باکس، یعنی با مربع ها اینو بپوشونید، بیایید با اصلا توپ اینو بپوشونید که دو جور میشه این کار انجام داده. یکی اینکه فرض کنید توپاتون رو یه جوری بچینید، یعنی از بال استفاده کنید به طوری که مرکز این توپ بیفته روی خمتون، بعد اون موقع اینکه اینها با هم اوورلپ داشته باشن اینقدر داشته باشن، از بهتون بردهای عددهای مختلف میده که در بینامت مسئله حل میشه. اما خب این یه سری ویژگی از زیرتیل خوب داره که نسبت به اون برتری داره. مثلا اگر بخواید راجع به فضای متریکا حرف بزنید، این یه سری توپا بهتره. اما چیزی که واسه ما مهمه اینه که وقتی من یک سطحی رو دارم میبینم و برای من مهمه که اون سطح چقدر زبره، این ایده اندازه گیری اون بوده. خیلی خوب، من خواهی بکاره بامزده کنم. یه چیزی از بهش میگم بازی آشوب و ایدهش در حقیقت از نظر سیستم های دینامیکی میگم. فرض کنید که من مثلثی رو مشخص میکنم و به سه تا رأس ABCش با یه رندوم جنریتوری میخوام عدد نسبت بدم. رندوم جنریتور هم یه تاسه، یک تا شیش داره، اگر یک و دو اومد نسبتشون هم به رأس A، اگر 3 و 4 اومد B و اگر 5 و 6 اومد C. به این شکل که من بتونم رندومی نقطه میذارم اینجا نقطه 0 و تاس میذارم.
اصلا این تاثیر هم شد دو. دو واسه رأس A. من میام بین صفر تا A اینو انتخاب میکنم، وسط این فاصله یه نقطه انتخاب میکنم یک. دوباره تاثیر میزنم. میاد پنج. پنج واسه این فاصله رو انتخاب میکنم، این وسط نقطه انتخاب میکنم و این فرآیند همینطور ادامه میده. دقت کنید که من فرآیند استوکاستیک انجام میدم. با یه محدودیتی که محدودیت اینه که توی این فضای داخل مثلث دارم میچرخم و قانون هم اینه که بین هر دو تا نقطه وسطش رو انتخاب کنم. من کد اینو گذاشتم توی صفحه‌ام، با پایتون میتونه بعدا تستش کنه. احتمال که این مفته واسه 100 پوینت اینه یا واسه 1000 پوینت اینه و در نهایت شما با یه شکلی که در تو آشنایی رو بدونیش. من کاملا الله وحدکی پاس ریختم ولی با یک ایمرجنس رو بروشم. من از یک سیستم دینامیکی استوکاستیک، از چیزی که اصطلاحاً مردم بهش میگن بی‌نظم، رسیدم به چیزی که میدونم نظم داره. اینو دیدم. و اینو ریگرسلی میتونید به طور ریاضیاتی نشون بدید و کار خیلی ساده‌ای هم هست که این شکل باید گیمیرس بشه. من میگم بازی آشوب. بازی آشوب به شما میگه که چجوری یه سیستم دینامیکی که داره توش فرنده ایست و کسی که تیمی کنه میتونه منجر به نظم بشه. و خوبی این قصه اینه که شما میتونید هر شکلی رو با یه بازی آشوب تولید کنید. یعنی قضیه بجردشون قضیه کلاژ، قضیه کلاژ میگه هر شکلی که بخواید جنریت کنید یه بازی آشوب براش وجود داره یه میتونید کار کنید. خب ایده این کار اینه که ما این سری تبدیل به اسم تبدیلات آفین، تبدیلات آفین تبدیلات هم که اصلا حافظه توازی خطوط هم. مثلا شما اگر یه خونه رو به یه تبدیل آفین بدید اونو میتونه کوچکش کنه، بزرگش کنه، به چرخونتش میرور سیمتری بدید، هر تبدیلی که دوست دارید بزنه. چیزی که مهمه اینه که در نهایت اگر این دوتا خط موازی هم باید بازم هم موازی بدید. تبدیلات آفین اینه، هر قانون توی اون بازی آشوبتون یک جور تبدیل آفینه. و قضیه کلاژ میگه که بازی آشوب تمام یافته با تعداد تبدیل کافی آفین میتونه هر شکلی رو براتون جنریت کنه. خب خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که شما میتونید به عنوان یک کامپرژن الگوریتم از این استفاده کنید. یعنی شما یه عکسی دارید با پیچیدگی بالا، حجمش زیاده. میتونید بازی آشوبش رو بسازید، چند خط کد میشه و از این به بعد به جای اینکه بگید شکلم چقدر عجیبه، بگید الگوریتم ساخت شکل. این خودش کار آسونه نیست ولی خب یکی از ایده هایی بوده. عنوان مثال شما این سرخص فر یه بازی آشوبه با چهار تا تبدیل آفینه ساخته میشه. حواستون به این شکل باشه که شما اینجا تبدیل رو نگاه کنید. یه تبدیل این داریم قرمزه که چرخیده و بزرگ شده. یه تبدیل میرور داریم که اینا آینه‌ای برگردونیم بعد آوردیمش اینجا. اینا همشون تبدیلات آفین. میتونید این کار انجام بدید. یکی از بچه‌ها توی هندی یه عالم از این شکل ساخته، میتونید یا بهش پیغام بدید بهتون بدید. من دو تا ایده دیگه جالبه ریاضیاتی بهتون بگم. در واقع این چیزایی شما توی دانش کلاس فیزیک مالا جاش حرف نمیزنه. خب جالبه که بدونید با عنوان کسایی که دارید با فرکتال حرف میزنید. و اون اینه. تابع با این مثال ایکس رو فرض کنید. اگر من یه نقطه‌ای به اسم دو بدم به ایکس، چیزی که اینجا میگیرم چهار. اگر دوباره چهار رو به این بدم 16 میگیرم. اگر همینطور این فرآیند رو طی کنم به یک دنباله میرسم که خب قاعدتا دایورج میکنه. شما دارید توی مسیر سهمیتون میرید میخورید میرید پایین دوباره از اونها بهش میدید میرید بالا همجور میرید بالا و دوباره نرید. ملهای سه هم بدم همین شکله. اما میدونم که اگر یه یعنی مثل نیم مثلا بهش بدم نیمیشه 25 سالان بعد میشه 625 هزاران و این عدد نهایتا میفته توی جایی که سامش میگه یک فیکس پوینت که اون فیکس پوینت صفر. یعنی اگر من روی خط وای مساوی صفرم از منهای یک تا یک به این تابع عدد بدم و خروجش رو هی به خودش بدم میدونم که همینجا میفته و بیرون از این بازه هرچی بدم دایورج و مرز این بازه نقطه منهای یک تا یک. ما به این داخل به محدوده‌ای که کانورجنس رو خوده میگه مجموعه توپر جولیا و به مرز این ناحیه که منهای یک و یک اساس این تابع خاص یه مجموعه جولیای تابع وای مساوی ایکس. پس ایده مجموعه جولیای هر تابع مجموعه نقاطیه که اگر بهش بدیم ریپیتیدلی در نهایت
با کانورجنس به این نقطه ثابت شده. خب این که خیلی چیز چند هجنگیزی نیست، بریم تو صفحه مختلف. قاعدتاً میدونید که اگر من تو صفحه مختلف اتفاق عجیب و غریبی هم نمیفته، اون بازه اسمین های یک تا یک هم تبدیل به یک دایره میشه، در حقیقت به یک دیسک میشه که تمام نقاط که من اینجا دارم کانورج میکنه اگر تا به وای مساوی زی دو بدم، و این مرزش که یک دایره است میشه مجموع جولیای وای مساوی زی دو. اگر میخواید اینو بهش فکر کنید، این عددهای مختلفی رو آر زد مساوی آر ای بدن های تتا فکر کنید، این فیزش رو که بیخیال بشید مثلا آر های کوچیکتر از یکی که فقط کانورجنس رو خوده آر مساوی یکم که رو خود سیرکل میشه. خب باز یک کمی بهتر شد ولی اونقدر هیجان انگیز نیست. بذارید یه منها یک کم کنید از این تابه. اون موقع اگر من به این صفر بدم میشه صفر منها یک، منها یک رو بهش بدم یک صفر و میبینم که این داره انگار آسیلیت میکنه. اما مثلا اگر آی بهش بدم میبینم که میفته روی خط حقیقی و بزرگ میشه. اگر میکنم نتونم حد حدس بزنم، ببینید چون خط کد ننویسیم این کار انجام بدیم، میبینیم که سری نقطه مشخص میشه به این صفر که این نقاط کانورجنس برشون رخ میده. در حقیقت مجموع جولیه تابع اف از زد مساوی زد منها یک این نقاطی که اگه حالا خوب این کار انجام بدیم با یه شکل اینجوری رو برو میشیم که خود متشابه. من با یه کار ریاضی دارم موجوداتی میسازم که صرف سینگولاریتی توش میدونم و به طور کلی هر تابع F میتونه که مجموعه جولیا داشته باشه و ما به طور خاص علاقه‌مندیم به این تابعهایی که به صورت توانی نوشته میشن. چی میشونه؟ پولینومیال‌ها به خانواده اف از زی مساوی زی دو به اضافه سی علاقه مند. به ازای سی های مختلف شما مجموع جولی های مختلف میبینید. اینجا هر کدومش سی و یه چیزی گذاشته، مجموع جولی های توی ویکی‌پدیا مشخص کرده و حتی اگر هم ببینید مثلا سه زد پنج، زد شیش، زد هفت هم کشید. این رنگ هم به این معنی اینه که سرعت کانورجنستون توی اون نقاط چقدر، یعنی چقدر زودتر به همگرایی یا واگرایی نزدیک شد. مثلا تعریف مجموعه جولیا. اما خب الان به جای اینکه به زد ها فکر کنید، یه بار یه تابع زد رو اضافه سی رو فرض کنید و سی رو به عنوان یک پارامتر مورد علاقه بهش نگاه کنید. اگر من این تابع صفر رو بدم، یعنی مبدع رو بدم، ایتریشن این اول کار که سی رو میده، بعد سی دو به اضافه سی رو میده و همینجور این دنباله رو میسازه. این دنباله یه که اگر واگرا نباشه اون موقع به این سی هایی که این ویژگی رو ارضا میکنن این مجموعه مندل بروه. این تابه یعنی چی؟ یعنی که شما هر تابه یه بر میدارید و به این سی نگاه میکنید که چه نقاطی رو میتونه اختیار کنه و نگاه میکنید که آیا این دایورجنس رو میبینید. چیزی که میبینید اینه که از معروفترین شکلهایی که توی هندسه فرکتالی باش رو میشید این یک شکل خود متشابه ولی استوکاستیکلی، این کاملا زومش کنید نمیفته روی اون، اما یکی از عجیب و غریب ترین موجودات توی دنیای فرکتال داره این مجموعه مندل برو. این مرز یه موجود بسیار بسیار پیچیده است که یه آدم ژاپنی 1998 نشون میده که بود این محیط یعنی این مرز دقیقا. و خب به سری ویژگی دوستون باشه که این بین منهای دو تا یک کانفاین شده و این طرفش هم همینطور و چیزی که برای اون علاقه نمیده. به طور کلی اگر فرکتال ها رو بخواید دنبال کنید این دو تا کتاب کتاب خیلی خوبی هست، کتاب که از بیس شروع کردن. این یک کمی واسه کسایی که ریاضیاتشون قوی تری بهتره. این یکی از صفر شروع کنید. آقای فلدمن توی کامپلکسیتی اکسپلورر چند دفعه یه کورس داره مثل فرکتال اسکیلینگ که یه جایی از ادامه این قصه رو من از روی این میگم و پیشنهاد کنم که بخون. من توی سیدپور خیلی قدیم راجع به فرکتال ها نوشتم اگر من به فارسی میخواییم و فکر کنم واسه امروز کافیه. ایده ای که ما توی این جلسه میخواستیم دنبال کنیم و تقریبا همه تو میدونستیم چیه این بوده که وقتی من یک سیستمی رو دارم و نگاه بهش میکنم اطلاعات چی میشه؟ آیا اطلاعات گم میشه یا اطلاعات از بین نمیره؟
چرا به این علاقه مندیم؟ به این خاطر که ما میدونیم که اگر میخوایم به یه بولدوزر نگاه کنیم به عنوان مهندس مکانیک، اصلا اهمیتی برامون نداره که اون پایین کوارک ها دارن چجوری با هم اینتراکت میکنن و اصلا جزئیات اینتراکشن کوارک ها برای من به عنوان مهندس مکانیک مهم نیست. راستش کوارک ها که چی؟ حتی الکترون و پروتونش هم مهم نیست. حقیقتش سطح بالاتر، من حتی اینکه اتم ها هم برام با هم چجوری برخورد میکنن مهم نیست. من حتی دیگه میشم به خصوصیت بالک ماده، من برام اون یه فلزه دیگه. واسه همین وقتی من دارم با یک سیستمی روبرو میشم، لزومی نداره برای اینکه بتونم یک مدل خوبی از اون ارائه کنم بدونم که اون پایین واقعا جزئیات چه خبره. این حرف خیلی مهمه. ما توی مدل آیزین ایده اینه، من یه مخن روبا دارم، میخوام آهن روبا رو مطالعه کنم. سوالی که پیش میاد اینه، من توی چه مقیاسی میتونم درک صحیح از این سیستم داشته باشم؟ یک سوال میتونه اینجوری جواب داده بشه که آهن ربا دو تا آهن رباست، میشکنش دو تا آهن ربا، پس یه آهن ربا رو به عنوان دو تا آهن ربای ریستر میگه. بعد دوباره میتونی بگی که نه این دو تا رو بشکن، شما دو تا میشه چهار تا، و در نهایت اگر مثلا یه مکعب داشته باشید میتونید به 16 قسمت تقسیمش کنید و نگاه کنید که چه بلایی سرش اومد. اتفاقی که میفته اینه که چه شما اون آهن رباتون رو به 16 قسمت تقسیم کنید و سیستم مطالعه کنید، چه به 128 قسمت، نهایتاً مغناطیسی که دارید بیرون اندازه گیری میکنید فرق نمیکنه. یعنی مستقل اینکه سیستمتون رو چقدر ریز مورد مطالعه قرار بدید فرق نمیکنه. باز میتونید این کار رو کوچیک‌تر کنید و برسید به چیزی که واقعاً اسپینه، یعنی برسید به اسکیل الکترون ها و تمام اون ماجراهای کوانتوم مکانیک رو لحاظ کنید. یعنی شما کاری که تو مدل آیزین میکنید به طور کلاسیک دقیقا همین کاره. شما میگید من یک مگنتی دارم که یه مش مگنت کوچیکتر داره که بالا و پایین میشه و اصلا هیچ جای کارتون ملاحظات کوانتوم مکانیک وارد نمیکنه. اما اگر ملاحظات کوانتوم مکانیک رو وارد کنید، برید برهمکنش اسپین اوربیت رو نگاه کنید، تمام قصه ها رو بنویسید، اگر بتونید حساب کتابشون انجام بدید، در نهایت میرسید به همون چیزی که مدل آیزینگتون انجام میده. واسه همین اینکه شما تو چه اسکیلی دارید به یک ماده مغناطیسی نگاه میکنید انگار مهم نیست. فرکتال ها وقتی من زوم این و زوم آت میکردم جزئیات انگار اصلا از بین نمیرفت، من از بیرون که نگاه میکردم میفهمیدم چه خبره. این معنی اسکیلینگ واسه ما مهمه. اینکه شما وقتی دارید با یک شهر رو برو میشید و میخواید شهر رو مورد مطالعه قرار بدید، متوجه بشید که توی چه اسکیلی باید این سیستم مورد مطالعه باید. اما اگر بخوام این کار رو کنم، آیا اینه یک ماده مغناطیسیه میتونم توی هر مقیاس مطالعهش کنم یا اینکه نه، وقتی من دارم از یک مقیاس به یک مقیاس دیگه میرم نمیتونم همون حرفا رو بزنم. پس این سوالی که جدی دنبالشیم توی بحث نرمالیزیشن اینه که وقتی من یک ماده مغناطیسی رو میشکنم به 16 تا قطعه کوچیکتر، به هر کنون از اون 16 تا استفاده یعنی آهربای کوچیک یا اسپین، من میدونم که هر کنون از این 16 تا چجور با هم برهم کنش میکنن. از همیلتونی ابتدایی من اول یه چیزی هست مثل سیگما روی جی آی جی ضرب در اس آی اس جی، اما اگر یه اسکیل عقب و جلو کنم اون موقع اس آی اس جی من عوض شده اس آی پریم اس جی پریم، و من میدونم که برهم کنش بین هر دوتا هم از جی آی جی تبدیل شده به جی پریم آی او جی. اون موقع انتظار دارم که ماکروسکوپیک ابزرویبل ها مثل مغناطیس چه اتفاقی سرشون میفته. اینه که یعنی من اگر تا به پاریش همون بنویسن، چه برای سیستم که با 16 تا اسپین داره کار میکنه، چه سیستم که 32 تا اسپینه، یه پی ببینم، یه تا به پاریش ببینم، واسه همین انتظار دارم که تا به پاریش که از این دوتا میاد یکسان. خب سوال اینه، اون موقع چه جوری من از این جی ها میتونم به جی پریم ببرم؟ و این به معنی اینه که این نظریه من قابل باز بهنجار بشه، یعنی بدون اینکه فرم همیلتونیم عوض بشه، بدون اینکه H که هست سیگما جی آی جی اس آی اس جی تبدیل بشه به جی پریم آی او جی اس پریم اس آی جی، میتونم اتفاقا انجام. اما گاهی از اوقات مخصوصا توی سیستم اجتماعی هستیم، وقتی شما از یک مدل این شکلی به یه مقیاس دیگه میرید، یک دفعه میبینید که سر و کله ترم های مرتبه بالاتر پیدا میشه. یعنی شما همیلتونیتون اگر بوده جی آی جی اس آی اس جی،
وقتی میایید توی مقیاس بزرگتر و میخواید بنویسید، میبینید یه جی پریم آیو جی اس پریم اس جی هست، ولی یک ترم دیگه هم هست که کی آی جی کی، که اون موقع اس پریم آی اس پریم جی و اس پریم کی هم هست. این ترم هست ترم هایی که استفاده میگیم این مرج شدن توی سیستم، و اون موقع میگیم که این نظریه یک نظریه که استفاده قابل به هنجارش هست. این چیزیه که دنبالشیم که توی حالا هر موقعی که فرصت بشه و حالا بعد از اون مسئله بحثمون که چه روزایی من دنبال این هم هست. پس اینکه ما توی مقیاس‌های مختلف داریم سوال‌های مختلف می‌پرسیم، گاهی از اوقات میتونن به هم ترجمه بشن، گاهی از اوقات نمیتونن به هم ترجمه بشن. و اگر همیشه میتونستیم سوال‌هامون رو به هم ترجمه کنیم، احتمالاً فقط دانشکده فیزیک داشته. نیازی نبود که زیست شناس داشته باشیم، دیگه نیازی نبود جامعه شناس داشته باشیم. و کافی بود که یک دانشکده بزنیم و توی هر مقیاسی که بخوایم دنیا رو بررسی. ممنون که حوصله کردین، دست شما درد نکنه گوش ندید. امیدوارم که جلسات ادامه داشته باشه. یک کمی امروز شاید ساده بود، ولی من از جلسه بعد ایدم اینه که بک‌گراندی که باید داشته باشن آدم ها کلکیولس، یعنی حساب دیفرانسیل انتگرال رو در حد ریاضی یک و دو بلد باشن. فیزیک نمیخوام زیاد چیزی بلد باشید، اگر حوصله دارید که شرکت رو میگه دنبال کنید سایتو. ولی قاعدتاً چیزهایی خواهید شنید که احتمالاً یه عالم لینک بهش میخوره که برید مثلا اینو بخونید اونو بخونید اینها، و لطفاً به این فیدبک بدید که چجوری بوده. مرسی. باز به هر جایش نیست، اگر همینطور فرمش هم نمیتونه عوض بشه. نه عوض بشه، نه میتونه حالتهای تغییر بکنه برای نظر باز به هر جایش بازی باشه، به شرطی که من این جی و اچه رو یه جور دیگه ای پرید کنم. تا زمانی که شما نگاشتی دارید که از این جی به اون جی برسی و فرم همینطور برسی، یعنی نظر قابل باز به هر جایش. اگر نتونید یه جور درست حسابی این جی به اون جی تبدیل کنید، یعنی اون اصلا فلویر نورمالیزیشن توش ببینید، میگیم که تا جایی که من میدونم میتونم زدید. یعنی همینجوری ایش میگه اگه من بخواب برسیم با هستم باز به هر جاشت هم ممکنه که ترمایی دیگه برم کنشی هم ببینم، مثلا ستایی که خب ولی خب میگه میدونم نظر ایش باز به هر جاشت هم ممکنه که ستایی هم رخ بده برای باز به هر جاشت. میتونید ببینید، ولی نشون داده میشه که مثلا راجب کیس آیزینگ کلاسیک همین رو میتونید حل بدید توی همون جی آید. ستایی حل بدم به دوتایی یعنی؟ ستایی نمیبینید، یادم بود جلسه بعد این کامل هم شد. یک سوال داری کامنتی بفرمایید. شکل تصویر فیلم شده که قبلی مسلس سه مسیش رو در آشیب رو گفتیم، من یک جمعی از توفت رو کردم، توفت که توی فیلتر رو باز به هنجا رو شده نه خاطرش نداریم، توفت مطمئنه که بخشی یکم بلندتر میشه بگیم، یک سیمتری ها سیمتری استان و حتی یکی به علاوه سه بود همیشه از این دیده که شما باید من همه رو از این دیده کنیش کرده شما این نگاهی به این نظر بزن شد جاده باشه سمادم به اون کارو نمیرسه. ولی خب الان این کار که مثلا دکتر خسرویدی بود که داشتن سر از به حرف میزدن شبیه به این که شما دارید یک اون دیتا سنگی در نگاه میکنن و کورس کرین میکنن ببینن به کجا میرسن، تقریبا شبیه این قصه ها هست. یعنی این طوری نیست که فقط واسه یه جای خاص باشه. اینا میگم قضیه اینه که شما توی فیزیک نورمالیزیشن و ماجرای کورس کردن خیلی خوب میشناسید. کیا میشناسن؟ آدمای تازه وارد فیزیک نیستن، آدمایی که مثلا چون بچه یه فیلتر میکنن و با همین دستا یه میدان رو برمیدن فلان کنن. ولی من الان یه دانشجو سال اولی کامپلکس هم میخوام بهش بگم که ببین تو قراره فلان کار بکنی و نمیخوام فیلتر بگم.
راستش من نمیخواد توی خلاصه نشم بدون دست، بدون صرف نصاب جای برجام نذارین. ما نمیخوایم دستمون رو کثیف کنیم ببین نذارین ما میخوایم همینجوری دور هم نشون بدیم که میشه این کارو. ولی حرفش درسته. مثلا شاید خیلی مهمه که مثلا بخت فضا یا اینکه از اینجا استفاده میکنیم. از این درایو میشه. شما کمک کنید که اینا بشه. کار گفتم من یه آدمی ام که سوالم حتی از خیلی شما یه کمتره. فقط برای ما مهمه که این راه ارتدوکسی که دانشگاه پیش گرفته رو بشکنه. نمیتونیم با این شیوه قدیمی مرزای جدید اینو ببینیم که هر کسی بیاد کمک کنه یه جوری ببینیم شما. کافی؟ کجا کافی هست؟ آره زمان مرکه کاری هست. سوال اگه هم نیست ببینیم. خوراکی نه من؟ بله. آن یه چیزی، مثلا کاری که امروز محمد کرد، نظرم ایده خیلی خوبیه که قبل از هر تایکی جورنال کلاب نشه. یه مش تیری که این شکلی بیاد، هر کسی بره چیزی با حالی یاد بگیره و بگی. مثلا کگل یا پروژه مشابه به بچه هایی که حالا ماشین لرنینگ کار میکنن، هر از گاهی یه مسئله با حالی که حل شده رو بیان بگن و که بقیه ها تریگر کنن که برن دنبال این چیز. نظرم خیلی چیز جنسی و همه پیگیرش باشن، نه که فقط محمد بره یا ایکس یا همه به نظر این کارو کنن. سمینار همون نیم ساعت 45 دقیقه‌ای باشه با یه تیپ هم تریکی که ما اولش میگیم و حواستون باشه که ما مجموعه از کامپیوتر خیلی خوب استفاده کنیم. ما خیلی استفاده کنیم یا خوب استفاده کنیم که باید از کنیم فور نزدیم. امیدوارم سال دیگه اینجا یک کسی بیا بیاره ما این صد اضافه تا کنیم. یه جمعی بیام بگم و یه سرگرم جمعی. من این باید خوراکی بخوریم. نه اینجاست. آب بیرون